سگم مثلا چرا باید کار کنه سگم چرا باید آموزش گارد یاد بگیره سگم چرا باید آموزش بویایی یاد بگیره سگم مثلا چرا باید آموزش ببینه سگم چرا اصلا باید برای من کاری انجام بده اصلا چرا واقعا باید سگ یه کاری انجام بدن برای خودمون میخوایم یا برای اونا میخوایم تکلیف چیه با سلام و درود خدمت همه دوستای عزیزم امیدوارم حال دلتون عالی باشه بچه ها مهمترین مسئله اینه که اصلا برای چه باید سگ‌ها آموزش ببینن اصلا چرا سگ‌ها باید کاری رو انجام بدن دلیلش چیه که اصلا ما به سگمون یک آموزش رو میدیم میخوایم امروز توی این ویدیو به صورت کاملا علمی و دقیق اصلا بررسی کنیم آیا این کارهایی که ما میکنیم مگه سیر که مگه برده اووردیم او از این جملاتی که خیلی میشنویم متاسفانه من یه شاه کلیدی قبلا به شما داده بودم اونم بحث مهم رفتارشناسی بود چی بود تعریف رفتارشناسی چیزی که کاملا منطقی و علمیه رفتارشناسی یعنی چی؟ یعنی مطالعه کردن رفتار جانور توی الگوی طبیعیش خب یعنی ما بریم ببینیم چه رفتاری یک سگ توی الگوی طبیعیش که دشت و کوه و بیابونه داره انجام میده و ما همچین چیزی رو براش شبیه سازی کنیم خب یک سگ توی الگوی طبیعی برای اینکه به غذا برسه اینجوریه که سر ساعت هشت صبح یکی بیاد بهش غذا بده ساعت سه یکی بهش غذا بده ساعت ده شب بشه یکی غذا بده نه همچین چیزی نیست چه جوریه؟ پس اینجوریه که سگ باید بره تلاش کنه و به یک غذایی برسه پس اینو ما میاریم چه زندگانیش پس ما میگیم تو باید توی زندگانی یک تلاشی کنی و به یک غذایی برسی حالا تلاش کردن تو خونه ما اینو اینو اینو, اینو اینه مثلا آموزش دستشویی معرفی جامعه است حساسیت زدایی به برس ارتباط گیری با آدم های غریب است و و و و, و بقیه آموز شما. پس اینجا اگر ما میگیم سگ آموزش ببینه به خاطر همون موضوع الگوی طبیعی شه سگ ها باید تو الگوی طبیعی اینجوری به غذا برسن تو خونه ما باید به این شکل به غذا برسن مسئله بعدی دلیل اینکه اصلا سگ باید کار کنه چی؟ بچه سگ ها اگر نخوان کار کنن و بخوان از صبح تا شب تو خونه بدون هیچ فکر کردنی بدون هیچ عملی به قضاشون برسن یا اصلا زندگی خالی بخوام بکنن باعث به وجود اومدن ناهنجاری ها میشه توشون چرا؟ به این دلیل که تو داری سرکوب میکنی تمام قرایزو به این دلیل که تو نمیذاری سگ تخلیه انرژی بشه به این دلیل که تو نمیذاری برای ذهن سگ چالشی به وجود بیاد حالا دونه دونه بررسی کنیم یعنی چی که اصلا سگم سرکوب قرایز میشه یعنی این که سگ پیش خودش اینجوریه که من قریزم شکار کردنه یکی از مهمترین قرایز سگ شکار کردنه خب چرا من هیچ هیچ چیزی رو شکار رو میکنم؟ خب همیشه اسباب بازیش در اختیارشه و سگ هیچ انگیزه ای نداره که بره با اسباب بازیش بازی کنه و شروع میکنه پد و پاره کردن و شروع میکنه مبل و جویدن شروع میکنه پایه مبل جویدن چرا؟ چون که قریزه و وقتی به این قرایز جهت ندی بهشون هدف ندی باعث تخریب اموال شما میشه پس شما موظفی برای سگید یک سری قرایزش رو براش برطرف کنی یکی قرایز سگ چکار کردنه یک سگ جرمن شپرد داری یک سگ ملینویز داری خب اگر اونو تو بهش جهت ندی بهش هدف ندی که آقا کجا رو بگیر به کی درست حمله کن پس سردا مشکل به وجود بدن ناهنجاری های خیلی بدی میشه خیلی از های نجات بزرگی که توی خونشون این مسئله هست و باید گارچان و گارد نمیشن باعث به وجود بدن ناهنجاری سنین بالاتر میشه من به بعضی از صاحبین سگ میگم شما قضاشو وردار محکم پخش کن تو خونه قضا خشک که این تیله پخش میشه دیگه سگ تو ول بر کن بره شروع کنه بو کنه به غذا برسه مثل الگوی طبیعیش تو میاری غذا رو میذاری جلوش میاد بو میکنی میگه بابا نمیخوام چقدر کسل کننده چون اینکه دیگه هیچ انگیزه ای نداره ولی وقتی تو بهش قرایزش رو براش شبیه سازی کنی آها اینجا من غذا ریختم حالا برو بو کن خودت پیدا کن سگت لذت میبره میدونی من دوست ندارم سگم از روی زمین غذا بخوره خب تو اشتباه داری میکنی من دوست ندارم سگم از دست افراد غریب غذا بخوره تو اشتباه میکنی سکسانان شیوهشون این نیست به خدا که تو فکر کردی اگر سگ از دست غریب غذا نخوره دیگه کسی نمیتونه به دوزتش نه به والله همچین چیزی نیست مسئله بعدی بحث مهم تخلیه انرژی اگر تو بیای به سید رایگان غذا بدی چجوری میتونی براش تخلیه انرژی بذاری تخلیه انرژی از از همه اسباب بازی های فکری که سگ تلاش کنه از توش غذا بکشه بیرون یک انگیزه ای باید باشه که سید با اون اسباب بازی های فکری بره جلو و باهاش رو ازش استفاده کنه خب چیه اون انگیزه غذا خب وقتی سگت سیر باشه حالا به نظر میاد تلاش کنه از یک اسباب بازی پازل یا از این بازی های فکری یا حل کنه که به قضاش برسه نه میگه من که سر ساعت سه قضا میاد الان چیه برم بشینم یک مسئله هم حل کنم ولی چی میشه ولی سگه چون که چالش ذهنی براش به وجود نمیاد انرژیش تخلیه نمیشه این به هم ریختگی براش به وجود میاد و باعث نابودی اون سگ از لحاظ رفتاری از لحاظ کلا درونی میشی برای سگش پس دلیل اینکه سگت کار کنه چالش ذهنیه دلیل اینکه سگت کار کنه اینه که تخلیه انرژی بشه برای اینکه به اون چیزی که تو الگوی طبیعیش بوده نزدیک و نزدیک و نزدیکترش رو کنی حالا اگر نکنی چه اتفاق میفته سرکوب قرایز تخلیه نشدن انرژی و خیلی مشکلات دیگه آموزش ندیدن وقتی تو با سگت آموزش کار نکنی خب داری غذا بهش مفتی میدی و هیچ فعالیتی نمیکنه و یک سگ بی‌تربیت هم داری پس اینها این سیرکه این نیست سگ انگیزش اینه که به غذا برسه اوکی تیر بخور بمیر مثال و به قضا برس آقا من دوست دارم سگم سیرک بره سیرک مگه نه بحث سیرکیش نیست بحث اینه که سگ تو هرچی تعداد فرامینش بره بالا فرمان پذیرتر میشه من اگر کلاس اول ابتداییم علمم یه مقداره بیام بشم کلاس اول راهنمایی علمم یه مقدار بیشتر شده بشم اول دبیرستان یک مقدار برم دانشگاه یک مقدار وقتی که بشم دکتر یک مهارتی تو کل چیزها یاد گرفتم فرمان پذیرترم منم من انسان دکتر تا یه کسی که هیچ سوادی نداره چرا چون که علم بیشتری دارم آگاهی بیشتری دارم انگیزه بیشتری دارم سگم دقیقا همونه تو اگر یه بشین بخواب و یاد بدی کل زندگیش بشه اما یه بشین بخواب فرمانپذیری پایینتری پایین حتی رو اون بشین بخواب داره ولی وقتی سگ تو بلد فیساغورس رو حل کنه چه مثلا انتگرال رو حل کنه بلد لوگاریتمو رو حل کنه دو دو تا چهار تا براش میشه همین یک روزمره ولی وقتی تو اون دو دو تا چهار تا روزمره رو کی بلد نیستی که هیچی سواد نداری و یک فردی که بی از زندگیش نمیتونه لذت ببره چون که مهارتی نداره پس برای سگ هاتون باید درست وقت بذارید درست ازش بخواین براش چالش ایجاد کنید براش تخلیه انرژی بذارید براش آموزش بذارید تا اون غذایی که میخواد استفاده کنه با انگیزه بالاتری استفاده کنه و نه تو اگر هر چقدر محبت دلسوزی خال خرسه بیشتری کنی هم به خودت و هم به سگت بیشتر مخصوصا به سگت بیشتر آسیب میرسونی شما هم برای سگتون یک برنامه درست زندگی مثل یک بچه داشته باشید وقتی برای بچه تون یک برنامه ای داری که از این ساعت تا این ساعت فلان کار از این ساعت تا این ساعت فلان کار از این ساعت برای سگتون برنامه ریزی کنید بگید این هفته قرار بهش اینو یاد بدم این هفته قرار براش این تخلیه انرژی بذارم. هفته قرار براش این پلن رو اجرا کنم ببینید چه سگ خوب و درجه یک و سر و پر از انگیزه و انرژی و باحالی دارید دوستتون دارم مخلص دمتون یاد.